مؤسسه خیریه مادر محبوبه در شهر سیدنی استرالیا سازمانی است غیرانتفاعی که در طول بیش از 20 سال فعالیت خود تا به امروز پروژه‌های متعددی از جمله ارائه خدمات آموزشی و مهارت‌های حرفه‌ای، تهیه مسکن و دسترسی به خدمات و مراقبت‌های بهداشتی را با هدف برقراری آینده‌ای پایدار برای زنان آسیب‌پذیر و کودکان محروم در افغانستان فراهم کرده است. محبوبه راوی، بنیانگذار مؤسسه خیریه مادر محبوبه، در 15 سالگی مجبور به فرار از افغانستان شد و بعد از 2 سال زندگی در کمپ پناهندگان در پاکستان به استرالیا نقل مکان کرد. اما 29 سال پیش حادثه تلخ غرق شدن پسر 6.5 ساله‌اش در استرالیا مسیر زندگی او را برای همیشه تغییر داد. غم بزرگی که البته محبوبه راوی آن را به نیروی بزرگ تبدیل کرد. طفلای یتیم افغانستان در حالت بسیار بحرانی به سر می بردن و من می فهمیدم دردشان را درک می کردم و درد مادرای که اولادای خود را دست می دادن این را درک می کردم و یک تصمیم بزرگ که غم به یک نیرو تبدیل کردن است، یعنی یک غم بسیار بزرگی که یک مادر داشته باشه این را به یک نیرو تبدیل کردم و خواستم بچه های افغانستان از گرسنگی، از یعنی فقر و بدبختی نجات بده و زمینه را برای تحصیلاتشان، برای از اینکه یک زندگی راحت داشته باشن اینا فراهم کنیم. با تلاش مؤسسه خیریه مادر محبوبه و در نهایت کمک دولت استرالیا به تازگی 11 کودک یتیم افغان از طریق پاکستان به استرالیا آمدند و حالا در خانه آرام و به امید فردایی بهتر در کنار مادر محبوبه روزگار می گذرانند. همیشه آرزوی ما داشت که من خدمت از یارا از نزدیک بکنم. دیگه کار آسان نبود، منتها الحمدلله نصیب هر چیز انسان نصیبش از اینا خوش شانسایی بودن که پیش ما باشن و نصیبشان همی بود و الحمدلله آمدن. مؤسسه خیریه مادر محبوبه تا کنون 4 پرورشگاه با نام خانه امید را برای بهبود زندگی کودکان محروم در افغانستان ساخته و زمینه را برای موفقیت شمار زیادی از آنها به وجود آورده است. تلاش هایی که باعث شده تا محبوبه راوی به عنوان مادر هزاران کودک شناخته شود. خانم راوی که در سال 2010 میلادی و به پاس فعالیت‌های بشردوستانه‌اش مدال نشان استرالیا را از آن خود کرده، بر این باور است که کشورهای غربی و استرالیا نباید کمک‌هایشان را از مردم افغانستان دریغ کنند. دولت استرالیا، دولت‌های آمریکا، مملکت‌های اروپا همشان در 20 سال در افغانستان آمدند و از افغانستان خارج شدند. به هر علت که آمدن و به هر علت که رفتن مردم ما رنجش مردم ما دید. حالا دیگه باید کمک هایشان جاری نگاه کنن، کمک کنن مردم افغانستان، اطفال افغانستان، طفل افغانستان مثل دیگه طفلای دنیا طفل است. با وجود تحولات اخیر در افغانستان، محبوبه راوی با دلسوزی های مادرانه خود همچنان به تلاش برای بهبود وضعیت زندگی کودکان و زنان آسیب پذیر افغان ادامه می دهد. علیرضا محبی، سیدنی.